با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز نوبت ایشونه و من چون عجولانه به استودیو آمدم نپرسیدم که برنامه امروز در چه موردی هست. حتما خودشون خواهند گفت که در چه موردی صحبت میکنین و عکسی هم که اینجا هست یه چیزهایی میگه، اما من میذارم که خودشون صحبت کنن. بفرمایید. بله، عرض کنم که 19 آوریل که دو سه روز دیگه است مصادفه با 127 سالگرد مرگ چارلز داروین، یکی از مهمترین دانشمندانی که می شود گفت تاریخ بشر رو می شود به دو قسمت تقسیم کرد، قبل از داروین و بعد از داروین. و او یک بیولوژیست بود، یه زیستشناس بود و به عنوان در واقع نچرالیست بهش می گفتن، یعنی طبیعت شناس بود و مطالبی هم که گفت راجب حیات و عرض کنم که طبیعت و اینها بود. اما آنچنان نحوه نگاه او به این ماجرا وسعت داشت و فرضیه ها و نظریه هایی که با خودش آورد، من در ضمن سلامم نکردم. من تقصیر من شد، حواستون فرد کردم. بله، سلامو میکنم. این نظریه هایی که آورد بر روی همه علوم و از جمله علوم اجتماعی هم اثر گذاشت. در نتیجه اگرچه بنده زیستشناس و نچرالیست نیستم و در حد آدم خیلی عادی راجع به این مسائل میدونم، اما به خاطر علوم اجتماعی ناچار بودم که کمی در مورد داروین فکر بکنم و مطالعه بکنم و این مطالعه موجب شده که من دوست دارم خودم رو یک داروینیست بدونم. یعنی که من هرچی نگاه میکنم ببینم که نحوه نگاه من و نزدیگشت من به مسائل مختلف ریشه‌اش رو که نگاه کنید در اونجاست. در نتیجه توی این سری برنامه هایی که راجع به مفاهیم علوم اجتماعی من دارم ادامه میدم، هم رسیده این به نظر من به یک بزنگاه و مقطعی که میشود یه دری باز کرد و تقاضا کرد از جناب داروین که تشریف بیارن تو و توضیح بدهند که چه گفتن و چه تأثیر علوم اجتماعی داشت. سعی میکنم با ساده ترین بیان مطرحش بکنم. مسئله این استش که ما همیشه آدمیزاد وقتی که شروع کرده به اندیشیدن و فکر کردن، همیشه پرسشش این بوده که این هستی چرا هست؟ این زندگی چرا هست؟ من چرا هستم؟ این حیوانات چرا هستند؟ چرا زنده میایم به دنیا و چرا میمیریم؟ و پاسخهایی که در طول تاریخ به این پرسشها داده در هر جامعه‌ای بسته به سیر تحول اون جامعه منجر به تشکل یه چیزی به نام جهانبینی شده که من در جلسات دیگر راجع به جهانبینی مفصلا صحبت کردم. این جهانبینی یا علمیه یا غیر علمیه، نمیگم بده یا خوبه، یکیش علمیه یکیش غیر علمیه. اون که غیر علمیه در واقع از اینجا آغاز میشه که انسان روی خیالات خودش سعی میکنه که یک دلیلی برای آغاز جهان، دلیلی برای وجود خودش در اون جهان بیافرینه و برای این کار به یک قصه متوسل میشه، افسانه متوسل میشه. یعنی که پاسخهای اولیه انسان به این پرسشها در تشکل جهانبینی های اولیه از دل اسطوره ها آمده از بیرون، یعنی داستانهایی که قهرمانانش دارای ابعاد عظیم هستن. و هر جامعه رو که شما نگاه بکنید وقتی که برید به اعماق تاریخش میبینید که این جامعه دارای یک افسانه آفرینشه، یک داستانی دارد که میگوید که ما از کجا آمدیم، کجا میریم و غیره. مشهورترین افسانه این آفرینش که لااقل در
مغرب زمین و خاورمیانه و آسیای غربی در واقع رواج عام داره افسانه آفرینش آدم و حوا است. یعنی خدای وجود داشته و عرض کنم که در عالم غیب وجود دارد و اونجا یک بهشتی دارد و بعد حالا به هر دلایلی در هر کدوم از اون کتب مقدسه یک دلیلی آورده شده تصمیم میگیره که انسان رو بیافرینه، انسان رو به قالب آدم و حوا میافرینه و به اونها میگوید که شما به این درخت خاص نزدیک نشید. و بعد شیطان که یکی از فرشتگان اوست میآید و اینا رو گول میزنه و اینا میرن میوه اون درخت رو میخورن، آدم میشن، عاقل میشن. و خداوند بسیار عصبانی میشه از این پیمان شکنی اینها و اینها رو از بهشت خودش بیرون میندازه. کجا میفرسه؟ میفرسه رو کره زمین. و از اون به بعد انسان بدبخت باید جوری توی این عالم وحش و نمیدونم تو جنگل و بارون و برف و سرما و حیوانات درنده و غیره یه جوری بقای خودش رو حفظ بکنه. خب این در واقع شما برید با مسلمانان صحبت کنید، با مسیحی‌ها صحبت کنید، با یهودی‌ها صحبت بکنید، حتی با زرتشتی‌ها صحبت کنید، اینا همه داره افسانه‌های آفرینش هستن. حالا ما زرتشتی ها مثلا به اون صورت هست که از دو شاخه ریواس مثلا مشی و مشیانه متولد میشه. این در واقع تا به امروز یکی از مهمترین پاسخهایی است که ما به این سوالات دادیم. یعنی حتی امروزه هم شما در هر مسجدی که برید، در هر کلیسایی که برید، در هر کنیسه‌ای که برید و در هر آتشکده‌ای که برید، بحث سر اینه که وجود با تصمیم خدای اون مذهب آغاز شد و انسان رو آفرید و غیره. از وقتی که در عصر روشنگری گفتن که ما بیاییم و این افسانه ها و میتولوژی و اینها رو بگذاریم کنار و ببینیم با عقل خودمون چگونه میتوان به این مسئله نگاه کرد و علتی برای، یا اگر علت هم آدم نتونه پیدا کنه، چگونگی آمد آفرینش انسان و چگونگی اینکه این انسان این همه سال زندگی کرده است و اینجور تحولات پیدا کرده چیست، که این نوع نگرش که در واقع نگرش علمی باشه اوج خودش رو در قرن 19 در آثار آدمی به نام چارلز داروین میبینه که او میآید به عنوان یک طبیعت شناس یک سفر سراسری با کشتی، اون موقع کشتی های اقیانوس پیما هم درست شده بوده، سفر میکند به جزایر نمیدونم غیره و منها و وقتی که برمیگرده یک سری تئوری میاره که بخشی از این تئوری ها مال دانشمندان قبل از او بوده و بخشی از اونها مال خود او بوده. دو تا از این نظریه ها نظریه هایی که تقریبا دانشمندان قبل از او در موردش متفق القول بودن. یکی بود نظریه بقای از طریق تولید مثل. یعنی درسته که هر واحد جانداری به دنیا میاد و میمیره، اما از طریق تولید مثل خودش رو باقی میگذارد در جهان، استمرار میده. این یه فرضیه بود. یکی هم نظریه توارث بودش، یعنی که متوجه میشدن که این بچه‌ای که از این پدر و مادر به دنیا آمده یه شباهتایی به پدره داره، یه شباهتایی به مادره داره، یه شباهتایی به دایه داره، به خاله داره و در نتیجه به نظر میرسد که آدم ویژگی های جسمی خودش رو از طریق تولید مثل به نسل بعدی ادامه ده. بنابراین توارث و عرض کنم که تولید مثل با هم دیگه تنگاتنگ هم از نظر علمی و به خصوص توی صومعه های مسیحی راجع به این قضیه توارث بسیار مطالعه و آزمایش شده بودش. آقای داروین وقتی که از سفر خودش برمیگرده سه تا نظریه جدید ارائه میکنه. اولا نظریه انواع رو میاره. به
به این معنی که میگوید که درست است که ما حیات در نوعهای مختلفی جاری است. انسان داریم، نمیدونم شیر داریم، پلنگ داریم، میمون داریم و غیره، ولی اینها همشون اول یکی بودند و در طول میلیون ها سال تاریخ اینها منشعب شدن، مثل یک درختی که شاخه بده شاخه های مختلفی رو داده. و این نظریه انبار رو بهش میگن. نظریه بعدیش نظریه انطباق بود، یعنی که همه این موجودات زنده برای بقای خودشون نه تنها دست به تولید مثل میزنن، بلکه تلاش میکنن که خودشون رو با شرایط تهدید کننده طبیعی بیرون تطبیق بدن. اگر که و این تطبیق تطبیقیه که در اشل میلیون ها سالی صورت میگیره، نه امروز اتفاقی بیفته فردا تغییراتی بده. یعنی این که مثلا اگر هوا خیلی سرد بشه این حیوانات پشم در میارن و پشمالو میشن، و جایی که هوا گرم باشه اینها موشون میریزه و مثلا پوستشون میتونه راحت. یعنی این نظریه انطباقش خیلی مهم بود. و در کنار اون نظریه جهش ناگهانی، یعنی این که با توجه به مسئله توارثی که قبل از او تثبیت شده بود، این میگوید که به خاطر این که بچه هم از پدر و هم از مادر به دنیا میاد، یه چیزی از اینا میگیره یه چیزی از اونا میگیره، این دارای یک توانایی میشه برای اینکه یکو یک جهشی بکنه و یک موجود دیگه ای رو در طول زمان به وجود بیاره. و به همین دلیل میگوید که انواع موجودات از هم به خاطر این جهش های ناگهانی که در اون موقع البته بسیار این حرف مبهم و غیر قابل حذف بود، و تنها اکنون هستش که ما از طریق علم ژنتیک متوجه میشیم که این بابا چقدر درست گفته این حرف رو. یعنی وقتی که ما متوجه ژن ها میشیم، ساختمان دی ان ای میشیم و اینها، میبینیم که بله این ژن ها از اولیا به فرزندان منتقل میشن، و در این حال احتمال دارد که در این انتقال بعضی از ژن ها جاشون عوض بشه، تغییراتی بشه و غیره. پس حتی میشود گفتش که ناقص العضو به دنیا آمدن هم خودش یک نوع میوتیشن یا دیفکت یا نارسایی. و بالاخره سومین نظریه‌ای که او آورد نظریه این بودش که وقتی که حوادثی رخ می‌دهد که زندگی و جان رو به خطر می‌اندازد، اون کسی که یا اون حیوان و موجودی که بیشترین توانایی برای موندگار شدن را داره میمونه، که در فارسی بهش میگن که نظریه انتخاب اصلح. اصلح یعنی شایسته تر. که دو هفته پیش صحبت بله شما راجع به مسئله دیگری راجع به این قضیه اشاره کردید که آوردیدش در سطح مسئله فرهنگی، که اونم باز خودش در واقع میرود به علوم اجتماعی دیگه، یعنی استفاده از اندیشه داروین در علوم اجتماعی. و هر موجودی که مجهزتر باشد و شایسته‌تر باشد برای موندن میمونه، بقیهشون از بین میرن. به همین دلیل مثلا ما میبینیم که الان میرن در کره، ببخشید در قطب شمال، ماموت پیدا میکنن. دیگه این حیوان وجود نداره به خاطر اینکه نتونسته خودشو با شرایط اون موقع تطبیق بده، یا دایناسورها و غیره. اما این فکر داروین به همزمان شد با رشد و نضج علوم اجتماعی، و علوم اجتماعی هم از این متأثر شد و فکر کردش که نه تنها تک تک آدم ها، بلکه حتی جوامع هم همین گونه هستند. یعنی که باید عرض کنم که اولا از طریق توارث نسلی یه چیزی رو به نسل دیگه بده، در طی این انتقال یه چیزایی ممکنه تغییر بکنه، و در این حال فرد و جامعه ای که دارای شایستگی بقا هست و مجهزات تجهیزات بیشتری داره، او باقی میمونه، بقیه از بین میرن. به همین دلیل ما میبینیم که در طول تاریخ چه جوامعی بودند که از بین رفتند. ما میخونیم افسانه هاشونو، نمیدونم در همین امریکای مرکزی و جنوبی مایاها، نمیدونم آستکها و غیره، و در این حال
ساختارهای اجتماعی مثل امپراتوری هایی که بودند و از بین رفتن، اینها همه به خاطر اینکه نتونستن با شرایط خاص اون موقع خودشون رو وفق بدن. به هر حال این هست که تا زمانی که ما در حوزه زیست شناسی هستیم، موجودات زنده به طور اتوماتیک عمل میکنن. ما وقتی که به خودمون که نگاه بکنیم میبینیم این قلب ما در اختیار ما نیست، این به طور اتوماتیک داره میزنه و اگر که آتش رو بیارن جلو دست ما دستمون رو که میکشیم، این به خاطر نیست که ما عقلمون رسید که حتی بچه کوچیک هم ممکنه این کار رو بکنه. یک سری ما تجهیزاتی داریم برای که سالم و زنده بمونیم، ولی از طرف دیگه موجود انسان مثل اینکه یه جایی در طول تاریخ یه چیزی رو با یه چیزی تاخت زده باشه، از دل تحولش رسیده است به توانایی آگاهی و اندیشه و در مقابلش بسیاری از تجهیزات بقای خودش رو از دست داده، به طوری که مجبور است این تجهیزات رو پس از به دنیا آمدن از کنم که به دست بیاره و خودش بسازتش. و در واقع میشه گفت زندگی اجتماعی ناشی از اینه، یعنی انسان حیوانیست اجتماعی به خاطر اینکه این اجتماع است که میتونه فرد رو نگهداری و محافظت بکنه. و چون او برخلاف حیوانات دیگه حالا مجهز است به عقل و اندیشه و خرد، از طریق برخوردش با طبیعت همیشه یک نتیجه‌ای میگیره که این نتیجه در ذهنش میمونه و نامش میشه تجربه. و ذهن انسان در طول حیات مشغول انباشت این تجربه ها میشه و در واقع میشود گفتش که عقل و آزمون تجربه و انباشت تجربه هستند که انسان رو مجهز میکنن به تجهیزاتی که طبیعت بهش نداده و این از طریق اون تجهیزات هستش که میتونه به زندگی خودش ادامه بده. و در این حال همین تجهیزات ساخته شده یه در داخل اجتماع هست که اونها رو منتقل میکنه به صورت توارث اجتماعی به نسلهای بعدی خودش. این انباشت تجربه در واقع می شود گفتش که یک سیستم دوگانه در ذهن آدمیزاد به وجود میاره. پله به پله ما می تونیم این سیستم رو بیایم تا به انسان اجتماعی برسیم. نخست تجربه ها به او می گویند که چه چیزهایی براش مفیدند، چه چیزهایی براش خطرناکند. این مهمترین چیزیه که این باید کشف بکنه، وگرنه بچه آدم میره مارم ور میدونه میزنه تو ماست میخوره. باید از طریق تجربه در بیابد که این مار نیش میزنه و میکشه و بعد این تجربه رو ثبت کنن یه جایی تحویل نسل بعدی بدن که اون دیگه دچار این خطا نشه. و در این حال میفهمن که مثلا این میوه این درخت رو اگر بکنن و بخورن این براشون مفیده. برای این جهان به دو دسته مفید و خطرناک تقسیم میشه. عملی هم که تعاملی که در واقع اشخاص میکنن با طبیعت هم به دو دسته درست و غلط میتونه تقسیم بشه. این کارو بکنی درسته، این کارو بکنی غلطه، یا شایسته و ناشایسته هستن. این کار شایسته است، به بقا کمک میکنه، اون ناشایسته است. این کار باید این کار رو انجام داد، این کار رو نباید انجام داد، اینها همه حاصل انباشت تجربه انسان است. و بعد حتی جامعه برای اینکه جلوی افراد رو بگیره که جان خودشون و جان جامعه رو به خطر نندازن، میآید و مسئله مجاز و ممنوع رو مطرح میکنه. یعنی همه چیزهای دنیا یا مجازند یا ممنوعند. بعدا مثلا حتی امروز هم ما میتونیم الفاظی مثل حلال و حرام رو هم ریشه هاش رو در همین بجوییم. چه چیزی حرام است؟ اون چیزی که بقا و حیات رو به خطر بیندازه. و چه چیزی حلال است؟ یعنی مجاز است و غیره. در نتیجه این مجموعه دوگانه ها روی همدیگه جمع می شود
و یک دستورالعمل برای زندگی به وجود میاره و این نسل ها این دستورالعمل ها رو هست که از نسلی به نسل دیگه میفرستند. در این حال هر جامعه ای سعی میکنه که برای حفظ افرادش و حفظ کلیت خودش یه ضمانت اجرایی های برای این کار بذاره که این دوگانه ها رو مردم رعایت بکنند و باز به تجربه در میابد که انسان آنچه را که لذت بخش باشه براش میپذیره و انجام میده، اما هرچه را که خطرناک و ترسناک باشه انجام نمیده. برابر این میاد میشینه یک کارهایی رو تعبیه میکنه که اون چیزهایی که مجاز و خوب و فلان بودن اینها لذت بخش هم باشن و در این حال اون چیزهایی که بد بودند و ناشایست بودند و مضر بودند اینها ترس ایجاد بکنه. از طریق در واقع میشه گفت یک نوع مغزشویی اجتماعی ما فرزند خودمون رو آشنا میکنیم، بدون حتی ناخودآگاه او رو آشنا میکنیم با آنچه که خوب است و آنچه که بد است. تکنیک های مختلفی به کار میبریم، پاداش و تنبیه. اگر که اون چیزهایی رو که اون دستور عمل زندگی گفته است که خوب است بهش پاداش میدیم، پاداشی که براش لذت بخشه، و اگر که کاری کرده باشد رفته باشد سراغ اون چیزایی که ممنوع بوده ما تنبیهش میکنیم و از طریق این تنبیه ترس هم درش ایجاد میکنیم. در این حال خب مثلا میشود گفتش که پاداش خودش یه نوع موفقیت اجتماعی رو با خودش میاره. شما کار خوب کردید در داخل خانواده، در داخل جامعه، پس موفق میشید و محبوبیت پیدا میکنید، در حالی که یا شکست میخورید در اون حوزه کار بعد و یا جامعه شما رو طرد میکنه. یکی از اولین تکنیک هایی که انسان اولیه داشت در قبایل خودش طرد آدم خاطی و نافرمان بود. این دستورالعمل‌های زندگی در واقع به سه دسته تقسیم میشن. یه مقدارش مربوط به دستور عملهایی که به اندیشه آدم برمیگرده، یعنی تو چگونه بیاندیش، چه بگو و چه نکن که به نفعت باشه. این مجموعه رو ما معمولا میگیم بهش سنت. سنت خودش در که به خصوص تو کلمه فرنگی که tradition هست، یعنی دادن، ترا یعنی مثل ترابری که تو فارسی هم هستش، یعنی از یکی به یکی دیگه، دیشن هم که یعنی دادن، یعنی که یه نسلی یه چیزی رو میده به نسل بعدی، اون دستور و عمل زندگی رو، پس اون ترادیشنه که من دوست دارم تو فارسی بهش بگم فرادهش. شما دهش میکنید این رو به فراتر از خودتون و از لحاظ جسمی هم به شما یک سری دستوراتی میدن که این کارو بکن اون کارو نکن، که این رو ما بهش میگیم آیین‌ها، سنت ها و آیین‌ها. و بالاخره از لحاظ اجتماعی ما این دستورالعمل های زندگی رو وقتی که مطرح میکنیم اسمش میشه اخلاق. یعنی ما شما در ابتدایی ترین جوامع هم که بروید میبینید که این سه تا عنصر اونجا وجود داره، هم سنت وجود داره، هم آیین وجود داره و هم اخلاق وجود داره، و انسان از طریق به کار بردن این سه تاست که خودش رو با محیط زیست طبیعی و اجتماعی خودش انطباق میده و به معنی اینکه از اینها عدول بکنه در واقع جان خودش رو به خطر انداخته. یعنی که در واقع آدمهایی که در جوامع به خصوص جوامع ابتدایی، چون بیشتر این بحث ها رو شما میتونید در حوزه مردم شناسی اجتماعی نگاه بکنید، آدم هایی که به سنت و آیین و اخلاق اهمیت نمیدن اونها در واقع آدم هایی هستن که ضد اجتماعی یا غیر اجتماعی میشن و جامعه اونها رو طرد میکنه. حالا ما میرسیم به یک بزنگاه خاصی و اون این استش که تا به حال انسان هرچی که به دست آورده بود و انباشته بودش این رو به صورت یه بسته‌بندی سنت و آیین و اخلاق میده، ولی از یه جایی انسان فکر کردش که اینها رو، یعنی انقدر گذر زمان طولانی بود، مثلا 100,000 سال طول کشیده بود که انسان فراموش کرد ابتدای کار خودش رو، که این با رنج و تعب خودش،
با آزمایش و خطای خودش و با تجربه های خودش بود که به این بسته‌بندی حفظ کننده جان او رسیده و فکر کردش که این بعد از یه جای دیگه آمده باشه. و از اینجا هست که ما آغاز ادیان و مذاهب رو داریم. ادیان و مذاهب میآیند همون دستورالعمل‌های زندگی رو در یه قالب خاصی ارائه میدن و مدعی هم میشن که تا پیش از اونها اخلاق وجود نداشته و یا اصلا سنت‌های گذشته رو باید ریخت دور، ما از امروز سنت میذاریم یا آیین‌ها رو، در حالی که اصلا اینطور نیستش. ادیان تغذیه میکنند از سنت‌ها، آیین‌ها و اخلاقیات گذشته و به همین دلیل هم هست این سوء تفاهمی که ایجاد میکنند که اگر که کسی مذهب نداشته باشه اگر مثلا اخلاق نداره این کاملا چیز بیموردیه. یعنی که انسان نمیتواند، یعنی به محض اینکه شما یه انسانی رو پیدا کنید که سنت و آیین و اخلاق نداشته باشه، این نابود شده است. و این میشود گفتش که اگر که مثلا شروع تاریخ ادیان رو بذاریم مثلا 4000 سال پیش، انسان لااقل چند میلیون که در بین فاصله انسان و نمیدونم عالم جانوری زیسته، ولی اقل یه 40-50 سالی هم هستش که زندگی 50,000 سال سالی هم هستش که زندگی اجتماعی داره و هنوز تو اون 40-50,000 سال 50 و نمیدونم مثلا 47,000 سالش رو نه دین داشته و نه مذهب داشته، نه آخوند داشته، نه این چیزا، ولی دارای سنت و آیین و اخلاق بوده است. میخوام بگم که شما ببینید که چگونه داروینیسم وقتی که وارد اندیشه اجتماعی میشه، یکی از چیزایی رو که نفی میکنه همون افسانه آفرینشه. یعنی از لوزی که داروینیسم آورد گذاشت، در واقع آجرهای زیر دیوار افسانه آفرینش رو گرفت و به همین دلیل ما همچنان میبینیم که در همه جوامعی که دیده مذهبی وجود داره، یک دشمنی شدیدی با اندیشه داروینیسم و اندیشه تحول انواع وجود داره. در همین امریکا در اواخر دولت آقای بوش حتی بحث این بودش که تو مدارس در سر درس فیزیک، حالا داروینیسم رو میخوان درس بدن، باید آفرینش رو هم درس بدن.